من جمشید چالنگی از واشنگتن بارانی به شما عزیزان در ایران و هر کجای جهان که هستید سلام میگویم. به شما عزیزان که به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. مذاکرات اتمی حکومت ایران و 5+1، آیا آنگونه که برخی رهبران در واشنگتن و کشورهای اروپایی ابراز می کنند امیدوار کننده است، یا آنگونه که برخی مطبوعات بین المللی و مطبوعات آمریکا نیز بر آن تاکید دارند، از جمله نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز، چندان امیدوار کننده نیست این مذاکرات؟ آنسوتر در نماز جمعه امروز در تهران چه گفته شد درباره همین مذاکرات؟ و امروز جمعه در تهران در جریان مسابقات کشتی فرنگی که تیم ملی آمریکا به مقام نهم دست یافت، تماشاگران به طور ممتد برای تیم آمریکا کف زدند، نشانه ای از میهمان نوازی مردم ایران و اینکه مردم ایران با آمریکا مشکلی ندارند. بررسی میکنیم مهمترین خبرهای روز در ارتباط با ایران و مردم ایران را در گفتگو با مهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر در استودیو آقای علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. تا لحظاتی دیگه. آقای دکتر نوری‌زاده عزیز سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، دکتر محسن سازگارای نازنین و بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارای عزیز سلام به شما در واشنگتن باران. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوری‌زاده بذارید قبل از اینکه به مذاکرات وین بپردازیم به رویداد امروز در تهران بپردازیم. اینکه تیم ملی کشتی فرنگی آمریکا مردم جوانانی که در سالن بودن واکنش‌هایی که نشون دادن برای آقای اسمیت کشتیگیر آمریکایی کف زدن، در نتیجه بقیه هم به سالن برگشتن به طور ممتد تشویق کردن، و این رو چطور میشه تعبیر کرد؟ به چه میشه تعبیر کرد؟ جناب چالنگی این بار اول نبود. اگه یادمون باشه یک بار دیگه هم در جریان مسابقات کشتی وقتی تیم امریکا در ایران مسابقه میداد در زمان آقای خاتمی، ما شاهد این بودیم که تماشاگران با چه شوقی از این تیم استقبال کردند و به چه صورتی. حتی در اونجا یادم زندیات فردین هم وقتی به سالن اومدن، اصلا فضایی که در اونجا ایجاد شده فضای متفاوتی. مردم ایران هیچ دشمنی با آمریکا ندارن. دیر سالی فرهنگ توده‌ای، فرهنگ حزب توده، فرهنگ نوکران KGB، این فرهنگ در ایران جامعه رو، یعنی حداقل بخشی از جامعه، آدمایی که زود احساساتی میشن، به این سو سوق میدادن که آقا همه مشکلات این مملکت از آمریکاست. یعنی هیچ کس فکر نکرد آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ کس فکر نکرد یه باسکرویلی بود آمریکایی که تو انقلاب مشروطه جانش رو داد. هیچ کس فکر نکرد، حداقل خاطرات زنده یاد عزالدین کاظمی نبود که مردم بخونن وقتی رفت آمریکا به عنوان وزیر مختار چه اتفاقای افتاد و آمریکا چه کاری برای ایران کرد. داستان بعد از جنگ جهانی دوم یادشون نیست که آمریکا چه تأسیسات مفیدی رو به جا گذاشت و سر موقع ایران رو تخلیه کرد. و بعد اصل 4
که چطور اومد در بازسازی ایران، در کمک به مردم ایران تأثیر داشت. حالا کاری به همکاری‌های نظامی، اقتصادی، صنعتی ندارم. این مرگ بر آمریکا دستپخت KGB بود که در دهان توده‌ای گذاشته شد و طبیعتاً گروه‌های چپ هم، چریک‌های فدای خلق، مجاهدین، اینها هم به دنبال این افتادن و آدم باورش نمی‌شد 30 سال بعد مجاهدین بیان از خوشی به آسمون بپرن که آمریکا از فهرست تروریست برشون میده. ولی اون زمان در اون فضا مرگ بر آمریکا رو آخونده اول ران انداختن. مرگ بر آمریکا رو توده‌ای گروه‌های چپی غیره ران انداختن. سفارت آمریکا رو با برنامه‌ریزی و نقشه حزب توده اجرا شد و آخوند توده‌ای خوئینی‌ها هدایتش کرد. خوئینی‌ها در بغداد کتاب فروشی داشت که مرکز حزب توده بود و تمام توده‌ای که به نزد صدام میمدن در اونجا استقرار داشتن. به هر حال مردم ایران دشمن آمریکا نیستن، برعکس هیچ دو ملتی اینقدر به هم نزدیک نیستن. شما نگاه کنید در اوج گروگانگیری یک ایرانی در امریکا مورد آزار قرار نگرفت، نفرت علیه ایران ایجاد نشد. مردم آمریکا نسبت به تروریست‌های اسلامی وقتی واکنش نشون میدن، حتی نسبت به کشوری که اینها وابسته به اونجا هستن واکنش نشون میدن، ناراحت میشن. نمونه های بسیار دیدیم بعد از 9/11 چگونه نسبت به سعودی ها موضع گرفتن، اینا رو همه رو دیدیم. ولی در مورد ایران عجیبه، علارغم تمام جنایاتی که رژیم کرد، کشتن تفنگداران دریایی آمریکا، کشتن دیپلمات‌های آمریکایی در بیروت، گروگانگیری شهروندان آمریکایی، شکنجه و جنایت نسبت به اونا، نگه داشتن 52 دیپلمات برای 444 روز، علارغم همه اینا اسم ایرانی که میاد آمریکایی روی خوش نشون میده. منظورم اینه دشمنی بین دو ملت نیست، این آقای سید علی خامنه‌ایه که در ذهنش اینجور تصور میکنه که اگر با امریکا روابط ما تجدید بشه او چمدونش رو باید ببنده بره. این دلیل بر عدم اطمینان یک رهبر به جایگاه خودش در جامعه است و وحشتش از این که آمریکا اگه بیاد او باید بره، چون فکر میکنه آمریکا بیاد صحبت دموکراسی گسترده تر میشه، صحبت حقوق بشر بیشتر میشه. ولی من باز هم میگویم ملت ایران هیچ دشمنی با امریکا نداره، بلکه آمریکا رو بهترین دوست خودش میدونه. آقای سازگار، اما علی‌رغم این موضوع ما میبینیم که تمام اون نکاتی که آقای نورزاده اشاره کردن به عنوان اقدامات تروریستی حکومت ایران، اما دیده میشه که حکومت دولت اخیر آمریکا، یعنی دولت آقای اوباما، در مسیر اون توقعی که مردم ایران داشتن عملا عمل نکرد. زمانی که شعار داده میشد اوباما یا با ما یا با اونا، عملا دیده شد که یا گفته شد مورد انتقاد قرار گرفت که با اونها بود، یعنی با حکومت، یک نوع مماشات متهم هست که دولت اوباما داره با حکومت تهران، نامه هایی که در رد و بدل میکنه. قدر این خلاصه احساسات مردم ایران را عملا ندونسته و نمیدونه حتی در حال حاضر دولت اوباما. درست میگید آقای چالنگی، اتفاقا شاید این همین تعبیر شما رو من هفته گذشته در یک جلسه بودم در واشنگتن، گفتم جوانای ایران این شعار زمان جنبش سبز رو که اوباما یا با اونا یا با ما رو میگن، جوابش رو گرفتیم، اوباما با اوناست و انتقاد تندی دارن نسبت به دولت اوباما که الان در حمایت از حقوق مردم ایران چندین قدم عقب‌تر از اروپا قرار گرفته. ولی ببینید، امریکا کشور متنوعی است، کشور کثیرالفرهنگ، کثیرالملیتی است و جایی است که در واقع من و شما هم از ایران اومدیم، از همه دنیا اینجا هستند و استعداد بزرگ این کشور، موقعیت شاید بی‌نظیرش این است که هر کسی که میاد اینجا به قول خودشون یک ملتینگ پاتیه، یک دیگه میندازه توش، یه هم میزنه، در کوتاه‌ترین زمان به هر کسی که به این امریکا مهاجرت میکنه میقبولونه این جامعه که تو هم بخشی از این جامعه هستی، در ساختنش
نقش داری، درست برعکس حکومت ایران که به هر به ایرانیانی که چند هزار سال تو اون سرزمین زندگی میکنن به انواع مختلف میقبولونه که این مملکت مال شماها نیست، مال یک گروه خاصه. درست برعکس در آمریکا در کوتاه‌ترین زمان به شما میقبولونن که این کشور مال شما هم هست و شما هم میتونید در ساختنش نقش داشته باشید. به هر حال در امریکا به دلیل همین تنوع، در دنیای سیاستش هم تنوع هست و در همین واشنگتن علارغم این که دولت اوباما به دلیل محضوری که در خاورمیانه برای خودش ایجاد کرده و نزدیکترین دوستان آمریکا مثل عربستان، مصر، اسرائیل، ترکیه همگی ناراضی‌ان از دولت اوباما، الان براش خیلی حیاتی شده که این قرارداد با ایران رو به یک جایی برسونه که بتونه بگه من یک کاری کردم و دیپلماسی من موفق بوده در خاورمیانه، علارغم اینکه حالا در همین واشنگتن از گروه‌های مختلف لابی، از کنگره امریکا، حزب مخالف، حتی از داخل حزب دموکرات، مطبوعات امریکا انتقادات متعددی رو در زوایای مختلف به دولت اوباما میکنن، که از جمله این که مردم ایران رو تو فراموش کردی، از جمله این که این حکومت به هیچ قراردادی پایبند نیست و سرنوشت این قرارداد تازه ببندی میشه مثل کره شمالی بعدن زیرش میزنه و ده ها موضوع دیگه. بنابراین میخوام عرض کنم که آنچه که آقای دولت آقای اوباما داره انجام میده بخشی از جامعه امریکاست و این جامعه متنوع و متکثر از جمله بین 2 تا 3 میلیون ما ایرانی تبار الان در امریکا داریم که امریکایی هستن و بخشی از امریکان، اینها الزاماً موافق با کارهایی که آقای اوباما میکنه نیستن. بله، من منظور من دولت هست، وگرنه خب طبیعی از مردم آمریکا الان بخشای مختلفی هستن. دولت اوباما مسئول همون بخشایی که شما اشاره کردید مورد انتقاد هست و در ارتباط با ایران که خود شما هم اشاره کرد. آقای نوری‌زاده، میبینیم که مذاکرات اتمی اولا دو دسته شدن در عرصه بین المللی، اینجا نیویورک تایم، لس آنجلس تایم، نشریات دیگه گفتن که مسئولان خیلی خوشبینانه به این مذاکرات نگاه میکنن، منظور مسئولان دولت آمریکا، دولت اوباما، و خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از اون چیزی که واقعیت داره. حال اون که این مذاکرات عملا تا به حال به نتیجه کاملا روشن و شفافی نرسیده، مذاکرات وین اتمی. ببینید بله جناب چالنگ عزیزم، من چندین بار در همین برنامه خدمتتون و خدمت بینندگان عزیز عرض کردم جمهوری ولایت فقیه چاره‌ای جز آمدن به پای میز مذاکرات، بالا بردن دستا و تسلیم شدن نداره. هارت و هورتشو میکنه، دعای علی گلابیشو به قول معروف جلو مردم میاد. آقای خامنه‌ای موقعی که اونجا آقای عراقچی داره صحبت میکنه بر سر کاستن از روند تولید موشک‌های بالستیک دستور میده به سازمان هوافضا که بیشتر موشک بسازید. ببینید نفاق جمهوری اسلامی برای همه روشن شده، برای جهان هم روشن شده. اینکه حرفی رو میزنن کار دیگری میکنن مشخصه. ما سرباز فرستادیم سوریه، حرم حضرت زینب رو پاسداری کنه، یه دونم تو کنار حرم حضرت زینب نیست، دارن توی حلب میجنگن. این جمهوری ولایت فقیه. ولی گفتم گزیری جز آمدن و قبول این شرطها که بسیارم سنگینه ندارن. اما اینکه من واقعا قسم بخورم جمهوری اسلامی در همه جا نفاق داره، دروغ میگه، اینجا پایبند بمونه، نمیدونم. اگه وضع فردا عوض شد، اگه یه جا احساس قدرت کردن زیرش بزنن که بسیار تعبیر خوبی است، تعبیر کره شمالی، نمیدونم، فردا اعلام بکنن از MPT میخوام بیام بیرون. اینا هم ببینید تا زمانی که این رژیم در ایران هست، نه ایران اعتبار داره، نه قولش قوله، نه جهان به دیده احترام بهش نگاه میکنه.
ممکنه الان خانم کاترین اشتون بخنده چون آقای ظریف ریششو تراشیده بوی اتکلم میده ترتمیزم از خوبم انگلیسی حرف میزنه. ولی خانم تراشیده قدر... ریششو آقای نوریزاده؟ نه میگم گوشه ریششو تراشیده صورتش. گوشه ریششو بله نه همشو از زمان فوت مرحوم مادرش هم این بقیهش هم داره بلند میکنه نمیدونم چرا. حالا شاید آقای خامنه ای گفته لپای شما خیلی قرمز خوب نیست. به هر حال آقای ظریف رو ممکنه ایشون ببینه محاور یا گفتگو کننده خوبی است، خوب انگلیسی حرف میزنه، بلده مثل و متل و همه چی. اما خانم اشتون نمیدونه آقای ظریف وقتی برمیگرده ایران با کی سر و کار داره، یا وقتی میاد دعایی در گوشش و محمدی گلپایگانی وقتی خونده چی بهش گفته، اینا رو میدونن. پس از یک طرف، یعنی حالا به قول معروف سوال 64000 دلاری، از یه طرف به این سوال بعد پاسخ داد که بله جمهوری اسلامی دستاشو برده بالا، تسلیم شده و در نهایت هم یه قراردادی رو امضا خواهد کرد. بلافاصله باید گفت خب حالا آیا میشه به این رژیم اعتماد کرد که پایبند به قرارداد باشه؟ مگه ایران امضا کننده منشور حقوق بشر سازمان ملل نیست؟ زیرش میزنه آقای جواد داریجانی میره توجیه میکنه نه، حقوق بشر اسلامی تعزیر با شکنجه فرق داره، اگرچه تعزیر باعث میشه طرف بمیره. منظورم اینه که من خودم شخصا اگه جمهوری اسلامی بگه الان روزه و روز باشه من باور نمیکنم. نه این خوشبینی رو چطور تعبیر میکنی؟ شما میگین همه این چیزا رو میدونن. ببینید خوشبینی رو اتحادیه اروپا آمریکا، پس این خوشبینی بیش از حدی که نیویورک تایمز راجبش نوشته و لس آنجلس تایمز و حتی گزارش رویترز هم یک اشاره به این داره که یک خوشبینی ظاهرا افسانه گسیخته است به این مذاکره. دو منشأ، یکی این که روحانی رو با خاتمی تفاوت میگذاره، میگن روحانی بچه خامنه ایه، 16 سال نمایندش در شورای امنیت ملی بوده، از آغاز انقلاب با خامنه ای رکاب زده و بنابراین اگر حرفی میزنه مورد تایید خامنه ای هم هست. این یه جهتشه. جهت دومش اینه که میگن اینا در منتهای فلاکت ناچارن بیان و امضا کنن چون میدونن پدرشون در میاد، میدونن اگر از اینجا درن اسرائیل میزنتشون، میدونن اقتصادشون به ورشکستگی کشیده میشه. این دو عامل باعث شده که با خوشبینی به مذاکرات نگاه کنن. اما آقای سازگار ببینید از این برای که مسئله ای داره، مثلا خب در واشنگتن گفته میشه آقای اوباما سعی داره این مسئله رو حل کنه که به عنوان یکی از دستاوردهای مهم خودش، در واقع شاید تنها دستاورد مهم خودش در سیاست خاورمیانه ایش به مردم آمریکا تحویل بده، چون در بقیه موارد گفته میشه آقای اوباما شکست خورده یا سیاست های اشتباهی بوده در مورد خاورمیانه. در حال این از این بر است. از اون بر یک نکته‌ای که مطرح میشه پیروزی در مذاکرات هسته یا هر چه که هست و اینها و نشون داده میشه سعی داره میشه حکومت ایران که آره بلا فاصله این تحریم ها برداشته میشه و وضعیت بسیار عالی خواهد شد از نظر اقتصادی، تا چند از این واقعیت داره؟ یعنی گیریم که همین فردا به توافقی رسیدن، آیا بلا فاصله این تحریم ها لغو خواهد شد؟ سیل سرمایه گذاری به ایران روان خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ اصلا اینطوری نیست. ببینید آقای اوباما دو تا استدلال داره دولتش برای اینکه من بعد این مذاکرات رو به یک جا برسونم. یکی اینکه میگه اگر مذاکرات به جایی نرسه آلترناتیوش جایگزینش جنگه و هیچ کس جنگ نمیخواد. استدلال دوم این است که ما اگر با روحانی به توافقی برسیم میان روهای ایران رو تقویت میکنیم که در مقابل تندروها بایستند و زنچه توی فضای سیاست داخلی ایران تأثیر میگذاره. ماجرا به نظر من هر دو استدلال اشکال داره. اولا مسئله جنگ رو هیچ کس خواهانش نیست، ولی علارغم این که بارها گفتن دولت مردم آمریکا که همه گزینه ها روی میزه، اما مسئله این است که با توجه به عمل کرده آقای
اوباما در سوریه و نقاط دیگه، آقای خامنه ای الان گزینه جنگ رو اصلا جدی نمیگیره و دیکتاتورها پوتین، خامنه ای و غیره وقتی که این لیدر دنیای سرمایه‌داری رو، دنیای آزاد رو، آمریکا رو میبینن که در واقع دندونی برای گاز گرفتن نداره، اون وقت بسیار بسیار سربالا میرن و کارهایی میکنن که نباید بکنن. و مسئله ایران هم به نظر من آقای روحانی نماینده میانه روهای ایران نیست و ماجرا الان در ایران به جای اینکه بگیم اختلاف بین میانه روها و تندروها شده و یا امثال اینها، بیشتر باید گفت که شده بین طرفداران عادی‌سازی روابط با غرب و دوستان و هواداران روسیه. و ماجرا در واقع به این شکلی که دولت اوباما میگه نیست. اما راجع به تحریم ها آقای شالنگی، تصوری که دولت مردان ایرانی دارند که صبح اگر این رو امضا بکنن، امروز امام جمعه تهران هم این خوشخیالی رو گفته که تحریم ها رو همه رو بردارن، اصلا اینطور نیست. نظام پیچیده ای از تحریم ها به وجود اومده که به هیچ وجه امکانش نیست که فکر کنید شما 20 جولای که ددلاین و موعد امضای 6 ماهه قرارداده فرض کنید بهترین قراردادم امضا بشه، صبح همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد. همین الان مقدار ارز ایران که 4.2 میلیارد دلار قرار بوده در طول این 6 ماه به ازای اینکه ایران ذخایر 20%ش رو کاهش داد و متوقف کرده به آزاد بشه از پول خود ایران، 1 دلارش به حساب ایران نتونسته بیاد به دلیل مشکلات بانکی یا سویفت کدی که فرض کنید در واقع یک پیمان خصوصیه. سویفت کد رو اصلا دست دولت امریکا هم نیست، ائتلافی از بانک ها به وجود آورده، باز نمی کنن برای ایران، برای اینکه سرش دست بانکداران و گروه هایی است که اصلا از سیاست های دولت آقای اوباما دل خوشی ندارن. یا مسئله پیچیدگی که ما در نظام گشایش اعتبار، بیمه و مهمتر از همه خود کمپانی ها داریم که به دلیل این نظام پیچیده تحریم ها اساساً هیچ رغبتی ندارن الان جواب سلام ایرانو بدن، حتی در مورد مسائل غذایی و غیره. برخلاف چیزی که در تهران بعضیا فکر میکنن همه کشته مرده و هلاک، مثلا 60 میلیارد دلار 70 میلیارد دلار واردات ایران هستند که هیچی نیست در مقابل اقتصاد دنیا. اتفاقاً شرکت ها به قول معروف میگن نه شیر شطور میخوایم نه دیدار عرب. آقای نوریزاده، خیلی بر این اعتقاد هستن، برخی هم در داخل خود کشور گفتن، حتی حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی گفته که از وضعیت موجود در ایران، یعنی تحریم ها و وضعیتی که هست در ارتباط با برنامه اتمی، گروه های بهره مند میشن از نظر اقتصادی و میلیاردر شدن، بنابراین میخوان که این وضع ادامه پیدا کنه. این تا چند اندازه واقع بینان است؟ خیلی طبیعی است. بگذارید من یه مورد رو براتون بگم، یه مورد خیلی روشن. یک شرکت بزرگ نفتی با وزارت نفت وارد گفتگو میشه که قرارداد نفتی ببنده. بهشون اشاره میکنن که شما اینجا نباید بیاین، کجا باید بریم؟ میگن شما باید برید اطلاعات سپاه. اطلاعات سپاه چرا؟ اونجا باید برید اطلاعات سپاه و رئیس اونجاست که با شما گفتگو خواهد کرد. ما اومدیم با آقای زنگنه گفتگو کنیم، آقای زنگنه رو براتون میاریم اونجا. وقتی آقای تائب مسئول بستن قرارداد نفت میشه، خب طبیعیست یه عده دارن بهره میبرن، طبیعیست قرارگاه خاتم الانبیا داره واردات صنعتی ایران رو انجام میده، طبیعیست در تمام قراردادها پای سپاه مطرحه. سپاه 14,000 شرکت در دبی داره، حالا 10,000 تاش 13,000 تاش اسمیه، فقط باز کردن برای اینکه بتونن به استناد اون اقامت بگیرن، ویزا بگیرن، حساب بانکی باز کنن، ولی 1,000 تاش که جدیه. اینا فقط دبیه. سپاه الان در ماکائو بسیاری از قمارخانه ها و خانه های
اشرت رو سپاه اداره میکنه، مال سپاهه، پول سپاه هست و بعضی از برادرزادگان و خواهرزادگان و برادرزن و خواهرزن و غیره هم اونجا مشغول ادارهشن. در هنگ کنگ همینجور، در شانگهای همینجور، در مالزی، در جاهای مختلف، در گرجستان سپاه دارای نمایندگی دفاتر و سرمایه گذاری است. اینا منتفع میشن اگه فردا ایران مثل هر کشور دیگه، مثل همسایگان ما، قراردادهای نفتیش وزارت نفت یا شرکت ملی نفت و شرکات تابعه اونا قرارداد رو ببندن، نه آقای حسین طائب. قراردادها توسط وزارت صنایع اگه قرارداد صنعتیه یا شرکت‌های وابستش انجام بشه، نه برادر زن سردار حسین فلان. اینه که متاسفانه آقای چالنگی، این حرف آقای روحانی کاملا درسته، منتها آقای روحانی گاتسشو نداره، اون شهامتو نداره که بیاد اسم ببره، چون پای خودش هم یه جایی ممکنه گیر بیفته که آقا این مشکلات ما اینه، به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای دست سپاه و دستگاه امنیتی رو برای چاپیدن و غارت باز گذاشته. شما فکر کنید یه آقای اماراتی اومده در ایران کارخونه سیگار زده، و اصلا شما وقتی میرید تو این بیزنس سیگار که سپاه از این داره چی میبره، یا بیزینس مشروبات الکلی سپاه چه پولی داره میبره، معلومه تحریما به نفعشونه، هر چی باشه به نفع اوناست. قطعاتی رو که 2 دلار در ایران 20 دلار میفروشن به نفعشونه. بله بله آقای سازگارا، این اختلاف دارند ابعاد وسیع‌تری هم داره، تنها در همین زمینه اقتصادی نیست، خب ایجاد موج میکنه، در زمینه‌های سیاسی هست و همه هم البته با نقاب و سپر اسلام و اسلام خواهی و دین و مذهب و از این حرف هست. این اختلاف تا چه اندازه واقعا عمیق هست، تا چه اندازه رو به گسترش داره یا ندار؟ من در ادامه فرمایشات های دکتر نوریزاده از قول یک دوست تاجر قدیمی و بخش خصوصی بوده همیشه نقل میکنم، چندی پیش صحبت میکردیم، میگفت واقعا من این دزدایی که الان میبینم به عمرم ندیدم، کسانی که دیر اومدن زود میخوان برن و اصلا مثل که سیرمونی ندارن، تمومی نداره حرصشون در چاپیدن اون مملکت. و بسیاری افراد محترم، تجار با سابقه، امین، صنعتگران زحمتکش واقعا کنار نشستن، برای اینکه میگن ما دیگه اصلا اینجور تجارت رو نمیفهمیم، جای کسانی است که فقط مثل گروه‌های مافیایی به جان خون رنگ پریده این ملت افتادن و اون رو میمیکن. یک بخشی از دعوا آقای چالنگی اینجاست، اینجاست که در واقع کسانی به هیچ عنوان نمیخوان ثروت‌ها و امکاناتی رو که دارن و روزانه دارن خون ملت رو میمیکن از دست بدن. ببینید بزرگترین دزدی تاریخ به نظر من در این چند ساله در بانک‌های ایران اتفاق افتاده، نزدیک به 100,000 میلیارد تومان پول بانک‌ها رو عده معدودی گرفتن و پس ندادن. پروندم حالا درست شد، به قوه قضاییه داده، بنده مرده شما زنده. اگر یک دونه از این پرونده‌ها به جایی رسید، شما بفرمایید که بنده اشتباه گفتم. واقعا حضرات دستشون تو قوه قضاییه هم هست، رئیس دزدها خودشون اونجاها نشستن، دستشون توی اطلاعات سپاه، خود سپاه، و دزدی های مختلفی. پروژه های نفتی ما فقط در پارس جنوبی 32 میلیارد دلار پول این آقایون سپاهی ها گرفتن، یک فاز رو به بهره برداری نرسوندن. من از قضا دنبال کردم، واقعا مملکت همه آدم دلش می سوزه، جا داره به قول آقای زنگنه خون گریه کنه. من دنبال کردم که این فرصتی که پیش اومده، روسیه الان با اروپا کلاش رفته تو هم، ایران تنها کشوری است که میتونه جای گاز روسیه رو بگیره و هم درآمد داشته باشه، هم ارزش سیاسی و استراتژیک براش داره. کمپانی های نفتی جهانی شاید 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری احتیاج داره، باید فوراً بره ایران سرمایه گذاری شه.
کمپانی ها حرفی ندارن، مشکل مشکل سیاسیه. مشکل سیاسی رو که شما دنبال میکنید میبینید که سیاست کسانی که سیاست ساز هستن در این واشنگتن حق دارن، میگن آقا ما به هیچ چیز اون کشور اعتماد نداریم، به خصوص به شخص آقای خامنه هیچ اعتمادی ندار. آقای خامنه چجور هست برای آقای خامنه ای نامه نمیدونن، آقای بزرگی میدونن در اونجا و اینی هم تایی میدونن. عذر میخوام چون همینجا برای تماشاچی سوال پیش میاد، اگر اطمینان ندارن، اگر آقای اوباما اطمینان نداره چطور در اوج مسائل مردم در خیابانهای تهران هستن آقای اوباما برای آقای خامنه ای نامه مینویسه؟ همین سوالو اتفاقا منتقدین آقای اوباما از ایشون عیناً با همین صحبت میکنن که آقا تو به دیکتاتورهای مثل خامنه ای چه انتظاری داری؟ دیکتاتوری که عقبش الان یک عده دزده، یک عده غارتگر مردم ایران هستند و نظام مافیایی درست کرده که در واقع یک عده دزد و قاچاقچی و آدم کش با اسلحه و دستبند توی اقتصاد ایران به شکل گروه های مافیایی هر کدوم دار و دسته خودشون دارن، رأسش هم رأس بزرگترینش هم شخص آقای خامنه ایه و به آقای اوباما همین ایراد وارده. آقا تو چه اطمینانی داری در حالی که بیزنسمن ها، کمپانی ها، شرکت ها همینی که میگن سردرگم میشن. من باور کن مسئله غذا رو که دنبال میکردم، فکر میکردم راه غذا و دارو باید باز بشه، الان به لحاظ قانونی هیچ مانع و راده ای برای واردات غذا و دارو به ایران از امریکا یا هر کجای دیگه دنیا نیست. اداره خزانداری امریکا بالکل همه رو برداشته. اما میدونید چه اتفاقی میفته که نمیشه؟ یه طرف بیمیلی کمپانی های غربی و امریکاییه، اما اون طرف که مهمتره فسادی که در دستگاه حکومت هست، حتی در امر خرید غذا و دارو شما میبینید رد پای یه آدم آقای ناصر مکارم شیرازی مثلا در بازرگانی دولتی ایران میلیاردها تومان کاسبی کرده ایشون طی این سالیان و دولا پهنا واقعا گاهی گندمی رو که قوت لایموت مردمه چندین درصد 20 درصد 30 درصد 40 درصد گرونتر نامرغوب از جای دیگه به این مردم میسازه. و واقعا آقای چالنگی آدم هر طرف که فکر میکنه باری از دوش این مردم برداره به دیوار بلندی از دزدها و قاچاقچی‌ها و آدمکش‌های برخورد میکنه که در رأسشون هم شخص آقای خامنه‌ای به نظر من قرار داره. خب ببینید، صحبت آقای زنگنه شد، وزیر نفت کنونی که ایشون نقل قول شده ازشون گفته شده که خون گریه کنن، ایشون آقای زنگنه گفته از وضعیت که به وجود اومده گویی در مجلس که آقای زنگنه گفت. بله ایشون در مجلس گفتش که بهش گفته بودن در مجلس ایشون گفته گویی که آقای زنگنه همین دیروز هست که وارد ایران شده و تا به حال خبر نداشته، یعنی در ایرانی که همه عالم و آدم میدونن چه خبر هست، آقای زنگنه که مقامات بالایی هم داشته در حکومت، وزیر نفت بوده، همراه آقای رفسنجانی. من برای اینکه آقای زنگنه و امثالهم هر موقعی که اقتضای روزخانیشون ایجاب میکنه که بر منبر برن و اشک تمساح بریزن، یک نکته بسیار کوچیک همینجا امیدوارم آقای زنگنه ببینه. خونه ای که سفیر جمهوری اسلامی در نروژ میگیره، ایران حق داره، کشور ثروتمندی است، بله، و به طور آبرومندانه سفرای ایران، مردم ایران بعد از اینکه وضعیت خودشون به یک رفاهی رسید قطعا سفیرش هم باید جای خوبی داشته باشه، درست؟ حال اون که ما میبینیم کودک ایرانی رو سر بر خشت گذاشته، بر سنگ گذاشته، در تصویر شما میبینید، این منزل یک فقره فقط سفیر دولتی هست که آقای زنگنه درش وزیر نفتشه، یعنی تمام درآمد ایران دست زیر نظر ایشون قرار باشه. بنابراین همین یک قدم رو امیدواریم ایشون ببینن و بقیه کسانی و اون اشک تمساح ریختن در مجلس یا جای دیگه خون گریه کردن پیشکششون فعلا تا بعد. آقای نوری‌زاده عزیز واقعا چرا چنین هست؟ چرا این همه
این ریشه این فساد در کجا هست؟ این ریشه این گرفتاری مالی که مردم ایران داره روز به روز گرونی بیشتر و درآمدها کمتر. این درست جناب خامنه‌ای هست ولی آقای خامنه‌ای تنهاست؟ نه، اجازه بدید جناب چنگی من دو تا موضوع رو خدمتتون بگم، یک فلاش بگ کوتاهی بزنم. در زمان جنگ ایران و عراق، عراقی ها یه وزیر بهداشت داشتن، کرد بود، و اومدن به صدام گزارش دادن که در جبهه این سربازایی که مجروح میشن، دوایی که بهشون میگیم خوب نمیشن و بدتر میشن، چرکا عفونت میکنه اینا. این یه تحقیق کردن، داروها زمان گذشته است، بسیاری از داروها. این وزیر بهداشتی رو صدا زد، یه روز صبح، هفت صبح صدا زد، اینو برادر صدام مینوشته، هفت صبح صدا زد اومد، یه آدم تحصیل کرده بسیار جو و خوشتیب حسابی، حالا اسمشو نمیارم، برای خانوادش، ایشون صدام هفتیرشو گذاشت روی میز، گفت تو عامل این داروها بودی، داستان اینا چیه؟ گریه کرد و گفت بعد ببخشید فلان، این کارخونه دارویی به ما یه پولی داد و گفت اگر این کار پولو بگیری، این داروهایی که ما میگیم یه ماه تاریخ مصرفش گذشته و هیچ عیبی هم نداره، چون خاصیت شده داره، ولی بعدن کلا سرمون رو گذاشتن، داروهای دو سال سه سال تاریخ مصرف گذشته رو بمازن. صدام گفت دو راه داری، یا هفتی رو بهم داری خودتو میکشی، زن و بچت محترم، پولی هم که گرفتی مال خودت، میگه من تو جبهه شهید شدی، ولی اگر نکنی خودم بر میدارم، پدرتو در میارم، آبروتو میبرم، دارتم میزنم. اون آنن ورداش و گلوله رو خالی کرد تو سرش و بعد گفتن شهید شد و تجلیلش کردن و مراسم برگزار کردن. برادر صدام بارزان که اعدام شد، اینو تو کتابش بس. حالا در ایران همسر معاون رئیس جمهوری وقت در سازمان هلال احمر مسئول خرید دارو بود، میلیون ها دلار ایشون به جیب زد و داروهای فاسد رو در زمان جنگ وارد کردند که بسیاری از سربازان و پاسداران عزیز میهن ما به خاطر این داروها زندگیشون خاتمه پیدا کرد. در جریان شیمیایی داروهای اون بسته‌ای رو که می آوردن برای اینکه فرد بتونه آمپولش رو به خودش بزنه و جلوی این ماده شیمیایی رو بگیره، به هر حال در اینجا خیانت بزرگی مرتکب چه اتفاقی افتاد؟ اون آقا دوباره شد معاون آقای خاتمی برای 4 سال و بعد خانومش هم با افتخار و فخر رفت. وقتی هم اون آقا مرد که مجسمه بلاحت بود و کدو اسمشو گذاشته بودن که یه آدمی 12 سال معاون رئیس جمهور باشه و از خودش یه اثر به جا نذاشته باشه، رئیس فرهنگستان باشه و یک کلمه حرف درست نزده باشه، باری اون خانم با عزت و مکنت و خارجشون و ثروتشون هیچ کم بشیشن، اون رفتن اون مجموعه، حالا یه مجموعه دیگه اومدن که اصلا دیگه انصاف ندارن. مثلا این خانوم و همسرشون وابسته به جناح ملی مذهبی بودن، ولی الان یه آدم های اومدن نه مذهب نه ملیت هیچی سرشون نمیشه. داروهای فاسد چینی که به گفته آقای رفسنجانی آدم سالم رو هم مریض میکنه و زود کلکش کنده میشه، گچی که به عنوان داروی سرطان از چین میارن، این ناجوان مردان الان مافیای داروی کشور ما رو دارن. ما کشورمون مافیای چادر مشکی داریم، مافیای دارو داریم، مافیای مهر و تسبیح داریم، هر چی شما بگید ما تو ایران مافیا داریم، مافیای آفتابم داریم، اونم باز مال یکی از علما. این یه بخش از فساد هست که مورد اشاره بوده. و آیا بیت رهبری مطلع هست یا دستی داره در این آقای نوری زاده؟ من الان براتون میگم، آقای خامنه ای 100 تا جانماز آب بکشه که بله من یه لقمه نون و پنیر میخورم قبول دارم، واقعا آقای خامنه ای با این سن و سال و معده‌اش چیزی نمیتونه بخوره، حالا یه لنگ جوجه رو براش کته درست بکنن بخوره، از ماکسیم که غذا براش نمیارن، ولی آقای خامنه ای در میان رهبران تاریخ ایران هیچ کس منظور آقای خامنه ای پولای مملکت رو به باد نداده. یکی پولایی که به باد میده، آخه 14-15 میلیارد برای سوریه خرج کردن،
که یا وحشی یا آدمکش بره ملتشو بکشه. حزب الله رو به جون مردم لبنان انداختن. الان 4 جلسه از پارلمان تشکیل میشه به خاطر آقای حسن نصرالله نمیتونن رئیس جمهور انتخاب بکنن. اون توی عراق مردم متنفرن از مالکی، به ضرب پول و به ضرب تهدید و به ضرب شیعه بازی مالکی رو دوباره میخوان تحمیل کنن. خب شما نگاه کنید مجموع اینا رو جمع بزنید، پس آقای خامنه ای اگه خودش هم پول ور نداره، ولی دامادشون آقازاده آقای محمدی گلپایگانی که 70 میلیون دلار مملکت رو به باد داد سر اون هواپیمای پسر برادر پادشاه برونای، از این بازی ها در اون دفتر بسیار زیاده متاسفانه. رقمی نیست البته این روزه 70 میلیون دلار گفتید، میریم به سراغ اون حدود 80 میلیارد یوروی ایشون های سازگاره. ببینید من گزارش های خوندم درباره معلولین جنگ، متاسفانه واقعا غم انگیز. کسان جوانان ایرانی حالا بر اساس اعتقادات مذهبیشون بوده، بر اساس اعتقادات ملیشون بوده، هر چی که بوده رفتن در جنگ شرکت کردن، پاشون از میون رفته. اینو من بارها گفتم اینجا، مسئله نیست که با یک بار گفتن حل بشه یا فراموش بشه. جوان ایرانی همچنان پا نداره، همچنان شیمیایی هست، همچنان دستش از بین رفته. الان میون سال هست، زمانی که رفته جنگ جوانتر بوده، هر چی که هست. با این و بعد این ور وقتی دیدم نگاه کردم که الان تصاویرش امیدوارم روی صفحه ببینید، دست و پاهای درست میشه در غرب که راه تقریبا 90% جای دست و پای طبیعی رو میگیره، همون کارها رو انجام میده. با این 80 همین یک قلم جنس دست ایشون هست، 80 میلیارد یورو، بالای 100 میلیارد دلار، بقیه هم هیچ. برای دست و پا گرفتن برای معلولان جنگ های نمیشه استفاده کرد. ایشون نون و پنیرشون حالا میخورن بخورن، بسیاری از مردم ایران همون نون و پنیر هم گیرشون نمیده. بفرمایید. بله اتفاقا من دیروز توی اتومبیل این رادیوی سی اسپن رو که کنگره و اینا رو پخش میکنه معمولا گوش میکنم، یک جنرال امریکایی در کمیته مجلس نمایندگان داشت توضیحات میداد، بودجه رو میخواستن برای اینکه رزمندگان امریکایی رو در واقع به رفاهشون و به همین مسائل تحقیقات تکنولوژیک برای دست و پا و غیره و ایناشون برسن. اومخ ما با بیش از 36,000 مجروح شیمیایی فقط یک قلم، بیش از 500,000 معلولین و جانبازان جنگمون، حتی شاید به همین یه دلیل، یعنی رسیدگی به امور این عزیزانی که یه روزی از کشور دفاع کردن، لازم بود که با آمریکا که هیچی، با هر کسی ما تو دنیا دوستی کنیم، برای اینکه آخرین تکنولوژی ها و تحقیقات رو ببریم در خدمت این عزیزان کشورمون. متاسفانه نه فقط این کار نمیشه، بلکه بسیاری از اونها در غربت، تنگ دستی، بی کسی فوت میکنن یا با وضع بسیار اسفباری زندگی میکنن. آقای چالنگی، مسئله فساد که بلای جان اقتصاد در کشورهایی مثل ایران هست، مسئله است که راه حلش، راه حل به وجود اومدنش و بعد راه حلش یه موضوع چند بعدیه. در درجه اول انحصار قدرت در دستان یک نفر یا کمیته مرکزی حزب کمونیست یا غیره، انباشت قدرت و نبودن دموکراسی و رقابت سیاسی اولی ترین دلیلی است که انباشت ثروت و راندخوری رو به وجود میاره. قوانین نامناسب، قوه قضاییه غیر مستقل و فاسد و وابسته، مسئله دولت سالاری در اقتصاد و نبودن اقتصاد بخش خصوصی، خصوصی سازی و رقابت آزاد، مطبوعات آزاد، آزادی بیان. این حکومت نه فقط جلوی دهن مطبوعات رو میبنده، رادیو تلویزیون هم انحصاری دستشه، بلکه روزنامه نگاران که در خارج از ایران وظیفه اطلاع رسانی رو دنبال میکنن، میلیون ها میلیارد ها دلار خرج کرده برای اینکه پارازیت بفرسته، مبادا ماهواره حرف مثل شمایی به گوش مردم برسه که بگن آقا اوضای کشور اینجوریه یا این گوشش اینه یا اونه. و مواردی از این قبیل است که
آقای نوریزاده اشاره کردن آقای روحانی ارادش رو نداره برای مقابله با این فساد. من عرضم این است که ایشون برنامه ای ما ندیدیم داشته باشه برای مقابله با این فساد، قوانین رو بگه میخوام عوض کنم، به جون مجلس بیفته، مردم رو به کمک بگیره، برای شکوندن انحصارات قدرت سیاسی قدم برداره و در نتیجه حاصلش این میشه که این بساط دزد بازار باندهای مافیایی از جاشون نه فقط تکون نمیخورن بلکه روز به روز هم پاشون رو محکمتر میکنن و چنگال خونالودشون رو که در گوشت و پوست ملت فرو کردن باز هم بیشتر فرو میکنن. صحبت پارازیت شد. بینندگان عزیز ما، ما صدها ایمیل و پیام های مختلف داشتیم از طریق فیسبوک که در بخشی از تهران، بخشی از تهران در ساعاتی و همینطور شهرستان و برنامه های ما شبکه تلویزیونی ایران فردا به راحتی دریافت نمیشه و روش پارازیت انداخته میشه. بله درست میگن آقای سازگارا، میلیون ها دلار خرج میکنن برای فرستادن پارازیت به روی تلویزیون هایی که اخبار درست واقعی رو بازتاب میدن، به روی امواج تلویزیون شبکه تلویزیونی ایران فردا و رادیوهایی که اخبار درست رو منعکس میکنن و همینطور شبکه های تلویزیونی دیگه. آقای نوریزاده البته هستن، توضیحات بیشتری اگه لازم باشه، چون ایشون اطلاعات بیشتری دارن، ایمیل های بیشتری در این زمینه دریافت میکنن و همینطور پیام های بیشتری. من یک چیز کوتاه فقط یه توضیح بگم آقای چالنگی عزیزم. این پارازیت خب البته وقتی که اجازه دادن دوباره پرس تیوی و سحر و کوثر و این شبکه های امام حسین و غیره اینا برگردن روی ماهواره های یوتلسات و هاتبرد و عربسات و غیره نایلسات، قرار بود که اینا پارازیت رو رها کنن. حالا یک کار خیلی عجیب براتون بگم. شما اگر دقت بکنید به روند هدف قرار دادن کانال ها، مثلا برنامه 23، برنامه هایی که تلویزیون میذاره، یک اداوت خاصی نسبت به ایران فردا دارن که اصلا عجیب غریبه برا من. سایت هاشون چنان کانسنتریت میکنن و دروغهایی رو نسبت میدن، بعد از قول مثلا یه شبکه تلویزیون ماهواره‌ای در لس آنجلس یه دروغی رو گفته، اونو میان در ایران بزرگ عظیم و هدفشون بی اعتبار کردن تلویزیون. خب شما اگه ترسی ندارین اجازه میدید خود مردم انتخاب بکنن، پارازیت ندید. حالا البته ما راههایی هم داریم جستجو میکنیم که انشالله در شکلهای بهتری به تقدیم بکنیم. منتظر دشمنیشون هم که با تفسیر خبر دشمنی دیرینه هست از اخبار و شایعاتی که در باره همین مدر در باره بنده به خصوص اخبار و که شایعاتی از خوده هرچی برحال. ما فقط نگرانیمون از بابت پارازیت این هستم. جای نوزاده قطعا با من سعیم هستم، خودشون حتما گفتن در برنامه‌شون و بقیه دوستان، نگرانی از بابت پارازیت انداختن روی امواج فقط نیست، بلکه نگرانی از زیانهایی هستش که این پارازیت انداختن ها برای مردم داره، ایجاد سرطان میکنه در مناطق مختلف. از این بابت میترسیم. صد درصد. در درست. آقای نوریزاده عزیز، باز صحبت آزادی هم شد. یک حرف بدون رو درواسی آقای مصباح یزدی زده. بله. آزادی بود چی بیش نیست، باید شیفون روشن نکرده این بود منظورش مجسمه آزادی. این رو در روسیه هم گفته، این حرف همون موقع هم بسیاری زده بوده که آقای خمینی هم اگه گفت آزادی استقلال و این کلمه آزادی ناچار بوده و همه این حرفا. میزان اصلا رأی ملت نیست. توجیهشون این بوده که اگه رأی ملت اکثریت بیان بگن احکام الهی تعطیل، باید تعطیل کرد. خب سوالی است. نخه باید تو سرشون زد می حرفا. بدون رودرواسی اومده نیات واقعی اون چرا که پشت جمهوری اسلامی هست علنی کرده. اگر آقای خامنه ای مخالف حرفای ایشون بود خب میومد میگفت اینطور نیست. اگر آقای حسن روحانی مخالف این حرفا بود میومد میگفت آقا نخیر آقای مصباح شما اشتباه میکنید. چرا این جدال حوزوی اینجا نمیبینیم نشونه شد؟ یه نکته جالب برای تو بگم آقای چالنگی، روز چهارشنبه من آقای پرزیدنت عباس ابو مازن رو دیدم در لندن، ملاقاتی داشتیم.
بین دیدارشون با آقای ویلیام هگ و جان کری یه نیم ساعتی بنده در خدمتشون بودم که توی برنامه خودم دیروز اشاره کردم بهش. و نکته جالب اینه روی میز چند تا روزنامه بود، از جمله روزنامه از زمان بود که آقای سعد البزاز منتشر میکنه در لندن و بغداد و بحرین. اونجا یه خبری راجع به همین آقای مصباح نوشته بود که مصباح برگشته گفته آزادی رو باید این بگیریم و خلاصه دخلش رو بیاریم. آقای صاحب اورقات سرگروه سبسار رئیس گروه گفتگو کننده فلسطینی نگاهی کرد به من گفت اخ علی این واقعیت داره یعنی همچین؟ گفتم بله. گفت اینا کی هن؟ از کجا اومدن؟ گفتم والا دست پروردگان انقلاب هن دیگه. آقای مصباح اینا رو بخششون آقای عرفات هم بله من همین به تلویه گفتم دست پروردگان انقلاب هن. خیلی منظورم اینه که یعنی باور نمی کنه هر کیم رژیم جمهوری اسلامی بشناسه باور نمی کنه یه آدم نادان جاهلی مثل مصباح یزدی با اون سوابق فساد اخلاقی و مالی و غیره بیاد بگه که آزادی بوتیه که باید بگیریم بشکنیمش آزادی من. و برگردید ببینید شیخ فضل‌الله نوری هم در اون موقع چی میگه، میگه آزادی چیه؟ اینا طبیعیون دارن میگن یعنی من ملا با مشتسن یکی هم برابری یعنی چی؟ و درست همون حرفای شیخ یعنی آقای خمینی یک شیخ فضل‌الله دیگه بود که خدا رحمتش کنه صادق قدساده و دکتر یزدی و آقای قزنفرپور و آقای نمیدونم حسن و تقی آرایشش کردن تحویل ملت ایران دادن که این عروس باکره خوش اندیشه و غیر از مردم. بعد اومدن بعد مدتی با اون هیچیش اول و بعدم با بقیه اطفارش فهمیدن که نه همون شیخ فضل‌الله نوریه، اسمش هم روی بزرگترین موتوروی مملکت گذاشتن اتوبان شیخ فضل‌الله نوری. خب صحبت ابو مازن شد در مراکش ما این داستان در جریان بودید شما. من در حاشیه کنفرانسی بود از همین محمود عباس من پرسیدم که با آقای ورکار بودیم روزنامه‌نگار آلمانی که شما این قضیه واقعا چرا اختلاف داریم با این حکومت ایران و چرا اینقدر دوری میکنیم برعکس آقای عرفات که اوائل نزدیم حرفی که زد تقریبش فارسی تقریبا همین بود. بابا ما پیام دادیم این نظرات که مرا به خیر تو امید نیست شرمرزان دقیقا گفتی همچین حالتی بوده. آقای سازگار از شما میشنویم این سخن رو که این آقای مصباح یزدی اگر مخالفش هستن چرا نمیان بگن؟ چرا آقای روحانی نمیاد بگن آقای حرف چیه یا بقیهشون؟ اجازه هستش های چلنگی من داشت. یه نکته راجع به اون پارازیت عرض کنم خدمتون قبل از پاسخ به سوال شما. ببینید در مورد پارازیت یه کوشش های در واشنگتن شد که به امریکا در واقع به ایران باید فشار بیاره که ایران امضا کننده پیمان ITU اینترنشنال تلکام یونیونه که فرکانس های هر کشور تقسیم میشه، بیرون از این رنج فرکانسی هیچ کشوری حق نداره تولید فرکانس امواج بکنه و ایران غیر قانونی فرکانس تولید میکنه و در واقع زیر یه معاهده که خودش امضا کرده میزنه. این کار به کنگره امریکا رسید، دولت امریکا رو صدا کردن، آقای کری گفت من میرم انجام میدم، به ایران گفتن، گفت من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم. ایران اومد جواب داد که نه ما هیچ پارازیتی به ماهواره نمیفرستیم. منظورش اون پارازیت هایی بود که عمودی شوت میکردن به سمت ماهواره از سوریه و دو سال بود قطع شده بود به دلیل جنگ سوریه یا هر دلیل دیگه از حاشیه دریای مدیترانه میکردن. دولت امریکا هم یا کلا رفت سرش یا تجاهل کرد به نظر بنده. خب الحمدلله دیگه اینا پارازیت نمیفرستن، پس اجازه بدین اون ماهواره هایی هم که پیاده شدن آقای سازگار یه دقیقه وقت داریم دوباره سوارشون بکنن. به در حالی که همجور که شما میگید مشکل اصلی پارازیت های افقی است که میفرستن و مردم رو هم مریض و بیمار رو سرطانی میکنه و اینجور بلای جون شده. اما در خصوص اظهارات آقای مصباح یزدی آقای چالنگی در یک جمله عرض کنم، به نظر من روحانیت ما نشان داده، فقط هم آقای مصباح یزدی نیست دیگران هم، که از مشروطه تا الان چه عرض کنم از دوره قاجاریه و ما قبل اون تا الان
یک کلمه نیاموخته، یک نخواسته یک کلمه از دنیای مدرن رو بفهمه و حرفهایی رو میزنه که متعلق به قرون بستاست. خب البته در زمان مشروطه این بوده، یکی از همین روحانیون شبیه آقای مصباح یزدی، آقای کسروی ضبط کرده نوشته با طبیبان حکیمان جدید مخالف بود، میگفت آقا جان بر منبر گفته بود که اینها میگن برای رفع اسهال باید سولفات دو پتاست بخورید، و این سولفات دو پتاست ایها المسلمین میدونین یعنی چی؟ یعنی خدا دو تاست، بنابراین نخرید از این داروخانه های جدید. این هم حرفی بود حساب گرفته بودن حتما مرحوم کسروی ضبط کرد. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با سپاس بسیار از شما آقای نوریزاده عزیز و آقای سازگارا در واشنگتن. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز توچال، سند و سبلان و آسماری و زاگرس و کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.